درود بر شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسه، در خدمتتون هستیم با برنامه دیگر و خبری در رابطه با خامنه‌ای و گروهش صحبت می‌کنیم، گروه خشنی که ضد خامنه‌ای هستند و درگیریشون داره به جاهای حساس میرسه. خبرهایی که از منابع بسیار نزدیک به خامنه‌ای و سپاه پاسداران درس کرده و برای تصویر پارسه ارسال شده و یک بنبست سیاسی کشور علی خامنه‌ای رو به نوشیدن جام زهر مقدماتی ناچار کرده. بنا به گفته حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، پس از جلسات پی در پی فرماندهان سپاه، نمایندگان وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و بیت رهبری در دو روز گذشته علی خامنه ای رو ناچار کردند برخلاف میل خودش اجازه بده بستر لازم برای بازگشت اصلاح طلبها با پوشش انتقاد از وضعیت کشور و آزادی خواهی فراهم بشه. بنابراین گزارش درباره این از زمانی مشخص تعیین بشه و ابتدا محمد خاتمی و تئوریسین‌های محدود شده اصلاح طلب با بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها در ظاهر حمایت از مردم فعالیت خودشون رو از سر می‌گیرند و بعد از اون آقایان موسوی و کروبی هم با رفع حصر کامل به تدریج وارد عرصه می‌شوند، چون الان ظاهرا موسوی و کروبی یه مقدار براشون برای رفتن آمده و مثل قبل دیگه در حصر نیستن، میتونن افراد برن خونهشون بیاین و خودشون هم میتونن بیرون برن و آزاد هستن. در اصل حفاظت اطلاعات سپاه میگه بدین منظور مذاکراتی با میانجیگری محمد خاتمی با رهبران اصلاح طلب در ظاهر در بند هستند شروع شده و تا کنون هم موسوی و کروبی به طرح عبور از بحران فروپاشی نظام پاسخ مثبت ندادند. میرحسین موسوی و کروبی گفتن تنها در صورت اعاده حیثیت از اونها و اعلام تخلف وزارت کشور دولت احمدی نژاد در انتخابات 88 حاضرن برای حفظ پایداری نظام اسلامی همکاری بکنند و در این بین قربانی کردن محمود احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی ممکن است باعث افشاگری احمدی نژاد و یاراش بشه. به همین دلیل بیت رهبری با احمدی نژاد وارد گفتگو شده تا در مقابل آزادی اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقائی و بقیه نزدیکان سیاسیش از خود نرمش نشان داده و در راستای حفظ نظام اسلامی سکوت کند. از سوی دیگر منبعی در واشنگتن گفته که جمهوری اسلامی از طریق پادشاهی عمان به امریکا پیام محرمانه‌ای داده مبنی بر اینکه نظام خامنه‌ای در حال تغییر ساختاری است و جو بایدن باید از این روند حمایت کنه، زیرا باعث تغییر رفتار خامنه‌ای خواهد شد و حتی به گونه‌ای میگویند خامنه‌ای گوشنشین بشه و یا حتی از ایران بره و موسوی و کروبی و خاتمی حکومت رو پیگیری کنند. این صحبت‌هایی هست که در این گزارش اومده. باید حقه‌هایی که داره سوار میشه، اینها شاید حقه‌ای باشه که خاتمی رو بیارند، موسوی رو بیارند، کروبی و دیگر افراد ضد مردم رو بیارند و بخواهند شرایط رو طوری کنند هم امریکا رو به گونه ای گول بزنند و هم مردم رو گول بزنند، دوباره 40-50 سالی حاکم بشن. ولی مردم باید هوشیار باشند که ما رژیم حکومتی اسلامی رو نمیخواهیم، حالا هر کسی که هست نمیخواهیم، و طرح بازگشت اصلاح طلبان در قالب جریان آزادی خواهی و منتقد جمهوری اسلامی کلاهی است که میخواند سر ملت بذارند و به همین هوا مردم رو مجدد پای صندوقهای رأی بکشانند، گول بزنند مثل گذشته، چند سالی باز سر کار باشند. فقط نه به جمهوری اسلامی باید باشه که راه برای پیشرفت مردم به جامعه جهانی باز کنه، نه کامل به جمهوری اسلامی.
مردم باید هوشیار باشند. لطفاً این بار مردم گول نخورند و در جریان باشید که اینها نقشه هایی است که حتی امریکا و انگلیس و دیگر کشورها کمک میکنند تا اینها رو نگه دارند تا منافعشون حفظ بشه. حکومت ایران یک حکومتی باید باشه که مردم نظر بدن پای صندوق رأی هر چی که دوست دارن، حالا حکومت پادشاهی باشه، حکومتی دیگری باشه که دوست دارند. مردم انتخاب کننده ی حکومت هستند، جوانان کنونی، جوانانی که حق دارند نظر بدند. به هر حال این آخرین خبرهایی بود که خدمتتون گفتم و حتی اگر بگویند خامنه ای هم فرار کرده، اینها همه حق است. با سپاس از شما، اگه دوست داشتید این رو شیر کنید که دیگران هم بدانند، آگاه باشند و نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم در این رابطه برای ما بنویسید و دیگران بخونند و شاید نظرات شما هم رهگشا باشند.